به نام خداوند بخشاینده و مهربان. بینندگان عزیز سلام تقدیم می دارم. لکچر ما درباره منیجمنت یا تداوی های مرض آلزایمر است و تشخیص تفریقی خرابی های حافظه است که امراض آلزایمر یا یک مریضی حافظه است که این دستان کلان پیدا میشه و پیش میره و تدریجی شروع میشه و کسی که از زمانی که تشخیص میشه و تا وقتی که میمیره 7 ساله یا 8 ساله در بر میگیره. خب ما باید مریضی آلزایمر با دیگه یا خرابی حافظه را که اول از شارت ترم میموری شروع میشه و یک شخص کلان از خود گم میکنه یا داش روشن میمونه، علائم خرابی حافظه را میداشته باشه، ما او را ما از دیگه مریضی های خرابی حافظه باید تشخیص کنیم. خب تشخیص تفریقی آلزایمر با دیگه خرابی های حافظه مثلا یکی دلیریوم است یا اکیوت کانفیشنال استیتس که در این حالت هم عقل خراب میشه، اما این موقتی میباشه، دوباره به حالت عادی برمیگرده. مثلا یک کسی که حافظه‌اش هم خراب میشه اما این آلزایمر نیست، یک شخص میتونه که دلایل مختلف داشته باشه که به دلیریوم یا به صورت موقتی از عقل از بین بره، که مثلا دلیلش میتونه که الکل باشه، که الکل بسیار زیاد باشه و یا دلیلش بعض درگ باشه یا دلیلش کدام میکروب باشه، خصوصا در کلان سالا بعض هم که میکروب مثانه میگیره و یا میکروب شوشا میگیره، اینا به دلیریوم میتونه یا بعد از جراحی میتونن به مصاب شوند و یا ای که در شفاخانه بستر میشن یک محیط آشنا برشان نمی باشه مصاب شوند و یا در نرسینگ هوم ها میتونن دلیریوم بگیرن، که اینا کی مریضی باید هست. آلزایمر دیزیز که یک مریضی کلان سال هست اما تدریجی پیش میره و دوباره خوب نمیشه و بالاخره تمام حرکات و تمام گپ زدن همگی از بین میره، فرق داشته باشه. و دیگه یک مریضی دیگه است به نام دیمنشیا که تنها حافظه را میگیره، در حالی که خود آلزایمر حافظه را تنها نمیگیره، گپ زدن را میگیره، حرکات را میگیره، قضاوت را میگیره و بسیار اعراض علائم دیگه داره. خب دیمنشا میتونه که بعضاً پیش بره و دوباره جور نشه. خب این هم به صورت تدریجی شروع میشه. برای تشخیص آلزایمر یا مریضی که حافظه یا زوال حافظه، تاریخچه‌اش را باید بگیریم و بعضاً نیورولوژیکال اگزام کنیم که از جمله مینیمنتال استاتوس اگزام است، لب تست کنیم، مثلا امارای بگیریم، فیتی بگیریم و تشخیص اصلی مریضی آلزایمر دیزیز بعد از مرگ پاتولوژی که میگیرن و همین خود دماغ حجراتش را میبینن، پلاک و تنگل یاد دارن و میفهمن که همین شخص با آلزایمر مرد. در غیر از در زندگی همین کل اعراض علائمی که داره این تشخیص آلزایمر میکنن. خب یک مریضی دیگه است که به نام لوی بادی دیمنشا، ای هم خرابی حافظه میده که در پارکینسن دیزیز است، یا واسکولار دیمنشا کسایی که فشار خرابی حافظه میده، مثلا کسایی که فشار خون بلند دارن، شکر دارن یا کلسترول بالا دارن یا یک حمله سکته دماغی یا استروک سرشان میاد، یا یک سیگرت زیاد میکشن و یا که در اشخاص 70 ساله بالا کدام مریضی های مزمن دارن، میشه که هم واسکولار دیمنشا سرشان بیایه یا خود خرابی حافظه که به شریان واوری تاثیر داره. خب همچنان خرابی حافظه با ایج اسوسییت میموری امپیرمنت هم است. بعضی کسا بخاطر سن خود یا تشویش زیاد بعضی چیزها یادشان میره که همگی خرابی حافظه آلزایمر دیزیز نمی باشه. همچنان و اینا میشه بسیار انشست باشن یا اوری باشن، میتونن خرابی حافظه بدن. خب بعض اشخاص مثلا اگر افسردگی دارن یا دپریشن دارن، اینا هم میشه که بعض گپا یادشان بره و حافظهشان خراب باشه. خب امی
بسیار مهم است که وقتی که کس کالزایمر داره تمام وظایف روزمره خودم اجرا کرده نمیتونه و تمام زندگیش وظایفش از بین میره و تا بالاخره نان خودم خورده نمیتونه و مثل یک آدم متکی با دیگران میشه. خب بعضی مریضی های خرابی حافظه است که قابل تداوی است. مثلا اگر یک کسی که بی 12 یا ویتامین بی 12 کم داشته باشه یا دفیشنسی داشته باشه، این اعراض نیورولوژی میتونه بتبرش و این تداوی شده میتونه با انجکشن خود بی 12. و همچنان بعضی کسایی که مثلا سیفلیس یا نیرو سیفلیس میگیرن، اینا هم خرابی حافظه داده میتونه که در مراحل پیشرفتش که سیفلیس باید تداوی شه. یا کسایی که غده تایرایدشان فعالیت کم میکنه یا هایپوتایرویدیسم داره، اینا هم میتونه خرابی حافظه بده. یا کسایی که افسردگی داره، اینا هم میتونه که خرابی حافظه بده. گفتم دلیریوم که یک حالت است که موقتی عقل خراب میشه و دلایلش براتون گفتم که بخاطر میشه میکروب باشه و بخاطر الکل باشه و بعض دلایل دیگه شفخانه بستر شدن و غیره، اینا همگی میتونه خرابی حافظه بده. خب در الزایمر یا زوال حافظه تست مهم که میکنن مینیمنتال استاتوس اکزامینیشن است. این تست وقتی که نزد دکتر میرن یا نیوروسایکولوژیکال اسسمنت میکنن باید اسکورش 30 پوره باشه، که مثلا از مریض پرسان میکنن مریضی که خرابی حافظه داره که کجا هستی، در کدام طبقه خانه هستی، در کدام مملکت هستی، تاریخ چیست و روز چیست و در کدام شهر هستی، و به این ترتیب تاریخ تولد پرسان میکنن و بعض اشیا را نشان میدن که یه اشیا در کجا هست و پسان در یه اشیا را بر من نام بگی یا بگی یک کلمه نشتک و که نمی مینیمنتال استاتوس اکزامینیشن است که به هر عمل از این یک اسکور میتن و اسکور از سیس و به درجه های مختلف شدت الزایمر اگر قدر اسکور پایان باشه نشان دادن میتنن. خب بعض کسایی که خرابی حافظه دارن بعض تستا را دکتر برشان میده، مثلا تایرید استیمولیتینگ هورمون را برشان میده بخاطر هایپوتایرویدیسم، یا ویتامین بی 12 لول اندازش معلوم میکنه، یا سی بی سی کامپلیت بلد کاونت را برشان میده. خب لیور فانکشن تست را برشان میده، یعنی وظایف جگرشان را معلوم میکنه، و تستای چایوی داده میشه به خاطر که هم میتونه خرابی حافظه بده، یا سیفلیس که هم ندرتا خرابی حافظه میده که باید یک لمبر پنکچر شوه، یعنی یک سوزن در کمر زده شوه، و سی سفه یا سربرال سپاینال فلوید از کمر یک مایز که از کمر گرفته شوه و او به خود اگر مقدارش که مقدار تاو لیول است و بی امیلوید تاو لیول اگر بالا باشه بی امیلوید پایین باشه، این میشه که سفلیس باشه. و یا بعضی کسا که اگر توکسین می باشن به خاطر لید توکسین می داشته باشن، این هم میتونه که مشکلات حافظه بده. بعض مثلا سیتی و امارای می کنن که ببینن در دماغ که چی پس اگر پلاک و تنگل بیافن به خاطر الزایمر دیزیز، یا ای جی می کنن و یا ای که اما جنیتیک تست هم هست اما قدر عملی نیستن. خوب تنگل یک تاو پروتین است یا به شکل نیروفیبرولاتی تنگل می باشه که این مطالعات است که در رادیولوژی معلوم می کنه و تشخیص قطعی الزایمر بعد از مرگ و اگر کسی به الزایمر مرده باشه و اگر در ریسرچ بکنن و از خود دماغ یک توتش بگیرن و تشخیص قطعی الزایمر بکنن. خب در تداوی الزایمر، تداوی خب فایده نمی کنه، مریضی پیش رفته میره، اما اگر ما قدر کم فنکشن کنم یا وظیفه اجرا کنم مریض الزایمر، کولینستراز هنبتر میتن که مثالش دونی پزیت و رفستگمین و گلانتامین است که این هم بعض ساید افکت های گسترونتستانال یا دلبدی و احسال یاد داره. یک دوای دیگه که به نام مامانتین است میتونه که سر جگر سر گرده تاثیر کنه، اما با دوز کم میتونه از 5 تا 20 میلی گرم،
دیر هم میتنی باید کسایی که آلزایمر دیزیز داره باید بسیار مطمئن شیم که چهار طرفش بسیار مسون است و سیف است. بخاطر بعض میتونیم ساعت بانیم، میتونیم تلویزیون روشن بانیم، اتاقش بسیار روشن بانیم، بخاطر که مریضی که کسی که مریضی آلزایمر داره در تاریکی مشکوک میشه، خصوصا از طرف شب بسیار مشکوک میشه و باید دروازه قفل شوه، بخاطر که از طرف شب نمیفهمه مبرای خود گم میکنه، اگر خلق باشه یا گرمی باشه هرچی رای خود پس با آمدن نمیفهمه و سیف یا مسئول برش نیست. و بعض دوای سیدیشن میتن که طرف شب خواب کنه و همچنان کیرگریور یا کسی که هست او باید بسیار آموزش ببینه که مریضی آلزایمر بسیار مریضی است که بر کیرگریور و بر کسایی که او رو نگاه میکنه بسیار سخت است. اگر فامیلش هست باید بفهمن که این چی رقم مریضی است. همچنان اگر در حالتی که از اول تشخیص میشه اگر خوب میباشه مریضی مرض آلزایمر یا مریض آلزایمر همی ول یا وصیت نامه خود در این طرف ها نشنه میکنن، بخاطر که باز اگر پیشرفته میشه عقلشان خراب میشه دیگه وصیت نامه چیز نشنه کده نمیتونن. خب در تداوی مریضی آلزایمر میتونه اوکوپشنال تراپیست، فیزیوتراپیست یک تیم کار کنه و اگر در خانه چیزهای تیز باشه مثل کارد و یا وارو باید دوربانه یا خود داشه انپلاک کنه یا ساکتش بکشه، کار یا موتر باشه کی همی کلیش هم دور کنه بخاطر که نبرای از خانه و نگروزه و اکسیدن نکنه. و همچنان میتونیم به این طرف ها به منیستری آف ترانسپورتیشن دکتر فامیلی و فامیلش بر کسایی که آلزایمر داره راپور میده و لیسانس اگه داشته باشه لیسانسش میگیره. خب بعضا در این طرف ها آلزایمر اسوسییشن هست که میتونن در اون راجستر کنین و بعض کمک ها در اونجا و سپورت روحی با اونجا میشه. خب محیط خانه هم باید باز کسی که او را نگاه میکنه باید بسیار تعلیم تربیه خوب ببینه و زینا نباشه، زینا را بند کنن که زینا نفته و یا نرس بیاید و خانه کارش کنه. خب بسیار باید محیط خانه هم استرس بسیار کم باشه که محیط بیگانه محیط آشنا باشه برای کسی که مریضی آلزایمر داره، بخاطر که اگر محیط آشنا نباشه مریضی که آلزایمر داره او زیادتر مشکوک میشه و زیادتر حافظش خراب میشه و گاهی بر تعیج میاید. خب با مخانه گفتیم که ما میتونه جنتری رو بانن، سات رو بانن، تلویزیون روشن کنن، خانه رو بسیار روشن بانن، رادیو روشن شوه و خوب کسایی که عصب باید مریض آلزایمر رو پوشوه بخاطر خودش کارهای خود کرده نمیتونه، از محیط تاریک و خاموش باید جلوگیری شوه بر کسی که مریض آلزایمر داره. خوب اکسرسایز و میوزیک و یا همگی استرسش استرس مریض آلزایمر کمتر کرده میتونه. خب خطر مصاب شدن برای ازی که ما کم کنیم چی وقایع بگیریم که خطر مصاب شدن مریض آلزایمر کم کنیم؟ همیشه اگر برین یا مجرات دماغ ای با حالت تنبیه یا استیمولیشن قرار بگیره، مثلا با خواندن یا با تفکر زیاد یا با یک توجه زیاد وقتی که چیز را میخوانیم سرسری نباشه و یا پزل سالف کنیم، اینا برین یا دماغ تنبیه میکنه. وقتی که دماغ تنبیه کرد در این صورت کمک میکنه برای ازی که اگر ریسک مریضی آلزایمر را که مصاب نشیم کم میسازه. اکسرسایز و فشار خون باید کنترل شوه، کلسترول پایان آورده شوه، همچنان کسایی که سیگارت میکشه سیگارت باید استاد شوه و غذایی که میخوره غذایی که اومیگا 3 داشته باشه، غذایی که سچوریتد فت یا غذایی که آوی شمع حیوانی میباشه و بسیار از بین برده شوه یا کم شوه در غذا. الکل بسیار کم اگر کسی الکل میخوره، به خاطر که الکل کسی که میخوره همین دیمنشا یا خرابی آبزر هنوز هم خرابتر میکنه.
خب ریسک فاکتور یا خطرای الزایمر چی است؟ اگر سن بالا باشه خودم یک ریسک است بر کسی که الزایمر داره، مثلا میتونه از 75 تا 80 ساله 11 کیس به 1000 نفر باشه، از 85 ساله میتونه حتی 40 کیس در 1000 نفر باشه. فامیلی هیستوری هم مهم است، کسی که در فامیلش الزایمر گرفته، جنیتیک هم میشه باشه. اگر کسی که داون سندروم داره الزایمر میگیره تا 30 سالگی، اولادای داون سندروم تا 30 سالگی میمیرن، مولتی سندروم دارن، بسیار اعراض مختلف دارن. ریسک است که زنا زیادتر ریسک است، بخاطر که طویلتر عمر میکنن، یک 5 سال 6 سال از مردان که زیادتر عمر میکنن. اگر کدام ریسک فاکتور است، کسی که در سابق کدام ضربه دماغی دیده باشه و یا خوابش خراب است و یا که لایف استایلش رقم است که اکسرسایز کده نمیتونه و یا ای که چاق است و یا ای که سگرت میکشه، اینا خطر گرفتن الزایمر زیاد است، یا فشار خون بلند داره، کلسترول بالا داره، یا همین شکرش صحیح کنترل نشته باشه، یا خطر الزایمر داره. خب کسایی که در تمام عمر خود اینا میخوان چیز را بیاموزن و یا بسیار به حساب کوری است یا جدی هستن که همیشه یک اسکل یا مهارت نو یاد بگیرن و یا یک مغز خود را در کار برتن یا برین خود استمولی کنن یا سوشال انگیجمنت داشته باشن که امرای دیگرها در تماس باشن و اجتماعی باشن، اینا میتونه همگیش پروتکتیف فاکتور باشن برای یا وقایه میکنه الزایمر. خب میتونه که الزایمر بعض اختلالات هم بده، مثلا کسایی که غذا میخوره یا آب میخوره که اسپایریشن میگیره یا میکروب اسپایریشن نیمونیا بگیره، سینه بغل بگیره یا بفته یا کسر بگیره یا یک زخم بستر بگیره و یا یک نان او نمیخوره، هم نوتریشنش خراب میشه، تغذیش و هم میشه که آب وجودش کم شود. تشکر. چینل من هست، سابسکرایب کنید.